درود بر شما. به باخبر شبانگاهی ایران شهر خوش آمدید. امروز 12 شهریور ماه 2582 ایرانی بود و سوم از ماه سپتامبر 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار شبانگاهی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب الان زمان اون رسیده که یک جمع‌بندی بکنیم از آینده به اصطلاح توافق یا تفاهم یا هر چیزی که رژیم در سر داره با آمریکا و عربستان سعودی و اینکه این وسط چه اتفاقایی داره میفته، چون بیش از پیش این دم خروس داره بیرون میزنه. روز گذشته خبری منتشر شد که میگه امیر عبداللهیان در لبنان در کنار سید حسن نصرالله گفته توافق اخیر برای تبادل زندانی به توافق اتمی کمک میکند. ابتکار عمان روی میز است. حسین امیر عبداللهیان که در پنجمین سفر خود در 2 گذشته به لبنان رفته بود، روز جمعه در یک نشست خبری در بیروت افزود که تهران از اراده لازم برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای و به کار بستن دیپلماسی برای لغو تحریم‌ها برخوردار است. او در مورد جزئیات ابتکار سلطان عمان توضیح بیشتری نداد، اما گفت توافق اخیر ایران و آمریکا برای آزادسازی بخشی از اموال بلاکی شده ایران و تبادل زندانیان به گفتگو درباره توافق هسته‌ای کمک می‌کند. خب این اموال اولا که اموال ملت ایران، اموال رژیم نیست که الان داره خرج شیعیان در عراق میشه و بجز اون بیشترش دزده میشه، بقیه‌اش هم خرج کشتن ملت ایران میشه. اما در مورد ابتکار عمان و سلطان عمان، ببینید هر توافق جهانی و هر توافق منطقه‌ای حتی که بخواد یک توافق پایدار باشه، یعنی چی پایدار؟ یعنی که بتونه دووم بیاره، بمونه، باشه و از هم نپاشه، نیازمند میانجیگری و وساطت یک قدرت بزرگه. عمان هیچی در جهان نیست. در جهان که چی؟ در خلیج فارس هم هیچی نیست. به همین سادگی. عمان فقط نقش یک پیام رسان رو تونسته بازی بکنه برای یک حکومت ضعیف که حتی با دولتی که او رو سر کار اومده، یعنی آمریکا، نمیتونه مذاکره بکنه. انقدر ناتوانه. و ملت خودش الان همه چیز رو میدونه. اصولا امیر عبداللهیان داره جوجه رو جای قناری رنگ میکنه. اما چرا این حرفو داره زده میشه؟ ببینید امیر عبداللهیان رفته تو لبنان این حرفا رو بزنه که توهین بکنه به اسرائیلیا و بگه که ببینید ما با آمریکا داریم قرارداد میبندیم، من میام در کنار حسن نصرالله این حرفا رو میزنم. ببینید اولا در مورد توافق یا تفاهم، تا به این لحظه که الان هستیم حتی یک نفر از مقامات رسمی دولت بایدن جرأت نکرده اعتراف بکنه که هیچ تفاهمی در مورد فروش نفت یا تفاهم هسته یا توافق هسته‌ای با رژیم انجام شده. تا به این لحظه فقط صحبت 5 گروگان بوده که اونا الان انجام نشده و آزاد نشده. آمارهایی اما وجود داره که رژیم داره نفت بسیار بیشتری به چین میفروشه و در واقع دولت بایدنه که جلوشو نمیگیره. و اما این نه تنها نقشه شکست خورده ای از دولت شکست خورده ای به نام بایدنه، بلکه نقشه جمهوری خواهان هم است. چرا؟ ببینید اگر حتی یکی از مقامات دولت بایدن بیاد اعتراف بکنه یا گفته بشه علنا که دولت بایدن به عمد تحریم های قانونی ایالات متحده، یعنی تحریم هایی که برای خود آمریکا قانون به حساب میاد، رو نادیده گرفته یک جانبه و اجازه داده که رژیم به چین یا هر کشور دیگه نفت بفروشه، اون وقت دولت بایدن کار غیرقانونی کرده. اون وقت این علنا یک پرونده است و یک شهادت غیر رسمیه، چون شهادت رسمی در دادگاه یا در مجلس و اینجور جاها باید باشه، یک شهادت غیر رسمی علیه دولت خود بایدن. بنابراین هیچ کدوم از اینها اعتراف به این موضوع نکرده و نمیکنن. چرا؟ چون میدونن احتمال بسیار قوی دولت بایدن پس از اینکه این کاندیداهای جمهوری خوان و دموکرات مشخص بشه و قطعی بشه، از طرف کنگره ایالات متحده استیضاح خواهد شد. یعنی دولت بایدن به خاطر کمکاری‌های خودش و خطاهای خودش اجازه داره میده که رژیم نفت ارزان بفروشه که چی بشه؟ قیمت نفت پایین بیاد، در صورتی که متحد ظاهری آمریکا، عربستان و سعودی داره از تولید نفت کم میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که داره بایدن میکنه عربستان داره ضد حملهشو میزنه. هر امتیازی هم که داره به رژیم میده بیهوده است و خطا بوده و جواب نخواهد داد. به قیمت نفت زیاد پایین نخواهد آمد و دوباره بالا خواهد رفت، چون عربستان داره تولید رو کاهش میده. روسیه هم به ناچار اونجا که میدونید در ترمافراست قرار داره چای نفتش،
اون جایی که میتونه نفت رو کاهش بده، تولیدش رو در مناطق گرمتری تر اینا رو کاهش میده و اون ترموفراست ها رو فقط نگر میداره، جای یخ زده رو نگر میداره، چون صادرات نفت روسیه از اون مناطق غیر قابل توقفه. اگر صادرات از اون جای یا استخراج متوقف بشه، چاه نفت برای دهه ها میترکه و از بین میره به دلیل یخ زدگی. بنابراین سیاست بایدن در آزاد کردن فروش نفت اولا شکست خورده است و جواب نخواهد داد و دوباره آمریکا ناچار خواهد بود دوباره تحریم ها رو بیش از گذشته برگردونه. چرا؟ به خاطر اینکه بایدن این کار کرده قیمت نفت پایین بیاد. نه تنها به این هدفش نرسیده، بلکه الان بهانه ای داده به جمهوری خوان در کنگره آمریکا که الان اکثریت رو دارن برای استیضاح خودش. چرا؟ چون قوانین خود آمریکا رو نادیده گرفته. گرچه مقامات دولت بایدن اعترافی به این موضوع نمی کنن، اما آمارها و شواهدی وجود داره که نمایندگان کنگره از اون استفاده بکنن. برای همین نمایندگان کنگره جمهوری خواهم دارن میذارن که این کار انجام میشه. چرا؟ چون شواهد رو به دست بیارن تا در زمان استیضاح که احتمالاً به نظر من روش 5-6 ماه دیگه استیضاحش میکنن بایدن رو، در اون زمان استفاده بکنن. البته این احتمال وجود داره که قبل از اینکه استیضاح بشه بایدن خودش از مقام ریاست جمهوری کنارگیری بکنه و اون یک مسئله دیگه است. اما فرقی نمیکنه، چون هنوز همین مهرها در دولت بایدن باقی خواهند موند. کامالا هریس اگر بشه رئیس جمهور، که واقعا فاجعه است این برای آمریکا، یعنی من منتظر ببینم این تحقیر رو چطور آمریکایی‌ها تحمل میکنه. اگر کامالا هریس بشه رئیس جمهور، که مطمئن باشید حتما جمهوری خوان به پیروزی میرسن در انتخابات ریاست جمهور. بنابراین یک واقعا دردسر بزرگی اینا با این سیاست فوق العاده فاسد. یعنی واقعا جمهوری آمریکا به عنوان جمهوری هیچ آدم عاقلی نباید این رو مثال بزنه. این یک دولت سالمه، یک حکومت سالمه. شما اگر اقتصاد میخوای بسازی که کاپیتالیستی باشه این یه چیزه، اما این به عنوان حکومت و دولت واقعا یه چیز فاجعه است اگر واقعیت رو بخوایم. بنابراین امیر عبداللهیان و دیگران دارن آنچنان تبلیغاتی میکنن که انگار این چه قناری خوشپروبالیه، در صورتی که یه جوجه بیشتر نیست. ابتکار عمل عمان شاهکار بکنه شکم خودش سیر میکنه. چه ابتکار عملی! این حرفا برای چی زده میشه؟ برای توهین به اسرائیلیا. اما همونطور که قبلا به شما گفتم، در مورد اسرائیل، عربستان و رژیم و آمریکا و چین یک رقابت سیاسی دیپلماتیک در گرفته. واقعیت اینجاست که آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و کلا در نقاط مختلفی از دنیا گلوبالیسم رو رها کرده. یعنی براش واقعا اهمیتی نداره. و چون اهمیتی نداره نمیتونه از منابع ملی آمریکا هزینه بکنه مثل زمان گلوبالیسم تا نفوذ به خرج بده. هر نفوذی هم الان داریم میبینیم نفوذهای موقتیه، فقط برای یه انتخابات. مثلا ما بیایم یه چیز بکنیم راضی بشن، رای دهندگان آمریکا، تبلیغ درست بکنیم و اینجور کارا. اینا هیچ کدوم پایدار نخواهد بود و نمیتونه باشه. چه کسی بیشتر کارش پایدار خواهد بود؟ چین. و الان در این موازنه قدرت بین آمریکا و چین داریم میبینیم که چین برده بازی رو. چرا؟ به خاطر اینکه چین شاهرگش به نفت خلیج فارس مربوطه و وصله و اگر امتیازهای بزرگ نده نمیتونه ببره. بنابراین توافق با آمریکا نمیتونه پایدار باشه در خلیج فارس هیچ وقت دیگه. و در مورد توافقاتی مثل عربستان با اسرائیل که الان جو بایدن داره فشار میاره به عرب‌ها و به اسرائیلی‌ها که آقا بیای توافق بکنید تا من یه چیز داشته باشم که مثلا در انتخابات بعدی که الان بیشتره آمریکایی‌ها، بخصوص الان خود دموکرات‌ها، الان به جز CNN شبکه‌های دیگه خبری آمریکا مثل CBS, NBC, ABC که اینا از بیخ و بن چپن، به شدت چپن، ووکن اصلا، اینها زیر پای جو بایدن رو در هفته گذشته شروع کردن خالی کردن. شروع کردن به خود جو بایدن حمله کردن و نشون دادن که از او حمایت نخواهند کرد. بنابراین هر کاری هم که داره در خلیج فارس اتفاق میفته مشخصا اقدام پایداری نخواهد بود. این توازن قدرت چین و آمریکا الان در منطقه الان به اون دلیل که اصلا آمریکا واقعا میلی نداره، خود آمریکا، آمریکای اصلی علاقه دیگه نداره که بیاد به عربستان دقت بکنه یا مثلا براش سرمایه گذاری بکنه یا در منطقه دخالت بکنه، به هیچ کدوم از اینا علاقه نداره. تنها علاقه که در مورد خاورمیانه برای آمریکا وجود داره اسرائیل، همینو بس، هیچ چیز دیگه مهم نیست. برای همین هم هستش که ما به راحتی بیش از یک سال پیش من برای شما گفتم که دریچه ورود ما به دنیای آزاد اسرائیل. برای همینه که شاهزاده پهلوی راه ما در آینده ایران در مورد اسرائیل روشن کرد. ما کشور دوست اسرائیل خواهیم بود. نه تنها دوست، که به نظرم باید متحد و همپیمان اسرائیل باشیم، نه فقط به خاطر منافع ملی کنونیمون، بلکه به خاطر پیوندهای بزرگ تمدنیمون که با اسرائیل داریم. و اسرائیل و یهودیان تنها ملت و کشوری در جهان هستند که ما چنین پیوندهایی با اون داریم.
با هیچ کشور دیگه در جهان ما چنین پیوندهای تمدنی نداریم. با هیچ کشور دیگه، نه با آمریکا، نه با عرب، نه با هیچ کس. ایران و کوروش و بزرگ و ملت یهود. به همین سادگی انقدر این پیوند عمیقه که واقعا میتونه در آینده ایران راهگشا باشه. بنابراین در این کفه ترازوی که ایجاد شده، کل این داستان این که مثلا اسرائیلی ها با عرب خوب خواهند شد که این تخیلاته. الان معلوم شده که این دولت جو بایدن داره اسرائیلی ها رو تحت فشار قرار میده که شروع بکنن امتیاز دادن به فلسطینی ها. چرا؟ برای اینکه بیاد با عربستان سعودی صلح بکنه. هیچ نیاز واقعی اسرائیل به این موضوع نداره و دادن امتیاز به فلسطینیان دائمی و همیشگی خواهد بود، اما صلح بین عربستان و اسرائیل نمیتونه همیشگی باشه و به راحتی با چه می‌دونم یک حمله فلسطینی، دو کشته شدن چهار تا فلسطینی، چهار تا اسرائیلی به هم بخوره. به همین سادگی قرارداد دیپلماتیک دادن حق و حقوق آب و خاک به مثلا به اسرائیل یا به عربستان نیستش که، یه چیز دیپلماتیکه، رو کاغذه، میتونه از بین بره. از طرف دیگه عربستان سعودی با شرکت کردن در بریکس و همپیمان شدن و همکاری با چین و با رژیم اینا ثابت کرده که روی آیندهش نمیشه حساب کرد. و 10 روز پیش مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که لازم بدونید که این مشاور امنیت ملی کاخ سفید نقش که داره، که قبلا یادتون باشه جان بولتون بود، شخصیت‌های معروف و مهم هستن، تمامی تصمیمات استراتژیک آمریکا از شریان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگذره. یعنی حساس ترین و سری ترین اسرار آمریکا رو این شخص، هر کس که هست، ازش مطلع و اون راجعش صحبت میکنه. جیک سالیوان 10 روز پیش گفته بود که عربستان و اسرائیل راهی طولانی برای عادی سازی روابط در پیش داره. یعنی به این سادگی نیستش که الان مثلا 2-4 تا بیایم تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یه اوکی بدیم. ممکنه حالا اخباری هم در بیاد، تبلیغاتی، ولی علنا و عملا به جایی نخواهد رسید. چرا؟ به خاطر اینکه منافع اسرائیل و عربستان در منطقه الان تناقض داره. عربستان سعودی فقط به دنبال اینه که پس از سقوط رژیم و پس از اینکه رژیم رفت، جایگزین رژیم بشه در موضوع فلسطین. خیلی به این موضوع دقت نمی‌کنن، اما واقعیتش اینه، همه میدونن که رژیم سقوط خواهد کرد. عربستان بهتر از هر کسی میدونه. چرا؟ چون رسانه داره، اومد سرمایه گذاری که شکست خورد و متوجه است که آقا نه تجزیه طلبی جواب میده در ایران، نه این رژیم دووم خواهد آورد. بنابراین اگر میدونه هیچ کدوم از اینا جواب نمیده، برای کی داره میره اون سمت و این کار داره میکنه؟ آیا بجز اینه که میخواد جای رژیم رو پر بکنه و اصولا بشه امور قرای مسلمین به جای رژیم، که امیدوارم بشه و تو سر عربستان بخوره یکم در آینده، به جای ما برعکس میشیم، ما میریم سمت اسرائیل، ما میریم سمت توسعه پیشرفت، ما میریم تو کلوپ کشورهای پیشرفته. بذار عربا برن یکم تو سرشون بخوره. بنابراین چند چیز مشخصه. اولا اینکه این ابتکار عمل سلطان عمان اصلا هیچی نیست. اصلا مهم نیستش که سلطان عمان ابتکار عمل داره یا نداره. عمان هیچ اهمیتی در عرصه جهانی، منطقه‌ای یا حتی خلیج فارس هم نداره. یعنی اگر یک توافقی بشه بین عربستان و ایران و عمان، عمانی مثلا هیچ کار است، هیچ اهمیتی نداره این موضوع. چرا؟ چون هیچی به حساب نمیاد. این اولا. دوباره اینکه صلح بین عربستان و اسرائیل اصولا روی هواست و به جای نخواهد رسید، به خصوص اینکه الان عربستان سعودی میخواد جای رژیم رو بگیره در مورد فلسطین، در صورتی که بسیار ثروتمند، پولدارتر و از همه مهمتر هم زبان ایناست، هم کیش و هم آیین ایناست. بسیاری نمیدونن که اصلا فلسطینی ها چه در غزه و در تشکیلات خودگردان از ایرانی ها اصلا متنفرن. وقتی صدام حسین مرد، براش هجله زدن و براش عزاداری برگزار کردن و در همون عزاداری اصلا تصاویرش از عکساش هست، به ایرانی ها فحش میدن و فحاشی میکنن و متنفرن از ایرانی ها. چرا؟ چون ایرانی ها رو رافضی و کافر میدونن و مستحق مرگ میدونن. اصلا گرچه میدونن اصلا شیعه‌گری به نظر ما باید از ایران پاک بشه و از بین بره، و اما این به این معنی نیستش که مثلا ما میریم دوست فلسطینی ها میشیم، حامی نمیشیم، اصلا و ابدا. فقط این که اینا اصلا از ایرانی ها متنفرن. اما اون طرف داستان اسرائیلی ها عاشق تمدن ایرانن. فلسطینی ها میان خیابون میذارن به نام صدام حسین، شهید صدام حسین، با وجود اینکه خود عراقی ها اعدامش کردن، اون طرف تو اسرائیل اسم خیابون میذارن کوروش بزرگ. تفاوت اسرائیل و فلسطینی ها برای ما اینه. بنابراین این پیوند ها رو همینجا میشه دید. بنابراین عربستان هم به راحتی پیوند خواهد خورد با این فلسطینی ها وقتی که رژیم بره. به نظر من ما باید بذاریم این اتفاق هم بیفته. یعنی چی؟
یعنی این مسئولیت رو کلا از اینکه ایران اینا رو داشت حمایت می‌کرد، ایران بود، حالا الان ممکنه اون رژیم نباشه اما ایران بود، از سرمون باز بشه. بهتره بذاریم همین حزب الله بره سمت عربستان با اونا باشه و مسئولیتش از سر ایران به کلی کم بشه. این یک بار رو هم از دوش ملت ایران در آینده برمی‌داره و به نفع ماست. در مورد رفع تحریم‌ها و این چرت و پرتی که امیر عبداللهیان گفته، مثلا امیر عبداللهیان میگه تحریم‌های بین‌المللی باید پایان یابد، و چرا اصلا داره راجع به بازگشت برجام صحبت می‌کنه؟ اصلا برجام تا چند ماه دیگه به کلی منقضی میشه. یعنی چه اهمیت داره برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که برگردن به یک تفاهمی که یه ماه دیگه مثلا منقرض میشه و همه چی به نفع رژیم تموم میشه؟ این مسخره بازیه. مشخصه که رژیم عاشق اینه که برگرده به برجام. چرا عاشق اینه؟ به خاطر اینکه تمام برجام مثل دانش آموزی که مثلا نشسته سر کلاس به جای اینکه حرف معلم رو گوش بکنه، هی اجازه میگیره بره دستشویی. آقا یه ساعت دیگه زنگ میخوره. یه بار دیگه میاد میشه میگه آقا یه بار دیگه باید برم دستشویی. دوباره میره دستشویی، دوباره برمیگرده، دوباره میره دستشویی، دوباره برمیگرده. کلاس ادامه داره. همینجوری 45 دقیقه، نیم ساعت، 25 دقیقه، 10 دقیقه. بعد میاد 5 دقیقه آخر رو میخواد بشینه سر کلاس و بگه ادعا بکنه که آقا من سر کلاس نشستم. من یه ساعت و نیم سر کلاس بودم و گوش دادم. در صورتی که اینطوری نیست. کسی رو گول نمیزنی تو. تو نه چیزی یاد گرفتی نه کاری کردی. تو همه این زمان رو به نفع خودت تموم کردی با ادعاهای عجیب و غریب. این داستان رژیم اسلامی در مورد برجامه. و اما معلم گول نمیخوره. معلم آخرش نمره میده و تو رفوزه میشی. واقعیت اینه. رژیم نمیتونه قصر در بره. علی خامنه‌ای تصور میکنه که با این مسخره بازی ها میتونه قصر در بره. اما بیشتر امیدش رو علی خامنه‌ای داره به روسیه. نه حتی به چین، بلکه بیشتر به روسیه. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه الان هر کاری میکنه که رژیم رو نگه داره به عنوان تنها حامیش در جنگ اوکراین. تمام دنیا رو تحریم کردن، تمام دنیا اون رو کنار گذاشتن، تمام دنیا الان دشمنشن، تنها یک رژیم تروریست کودک کش ایران ستیز باقی مونده که اون هم روزهای آخرش رو داره طی میکنه. بنابراین همونطور که میبینید رژیم اسلامی و امیر عبداللهیان و آدماش و مهراش تلاش میکنن جوجه رو به عنوان قناری رنگ میکنن و به ملت ایران و دنیا بفروشن. اما دیگه هیچ کس گول این حرفا رو نخواهد خورد. تا با خبر بعدی، بدرود. پاینده ایران و جاوید شاه.